خب سلام خدمت همه دوستانی که تشریف آوردن. جلسه ماهیانه گروه اندروید دیولوپر ها هست که حالا اگه خواستید مثل از دوستان از طریق ایون در ارتباط بودن، ولی اگه خواستید میتونید کانال ما دنبال کنید و جلسات به صورت ماهیانه برگزار میشه و هر ماه هم یکی از داوطلبین خود گروه یه ارائه که تسلط بیشتری بهش داره رو میاد و برای باقی اجرا میکنه. یکم به خاطر زیغ وقت و بزرگ بودن محتوا مجبوریم شروع کنیم جلسه رو. یه عذرخواهی هم بدهکاریم به خاطر اینکه جلسات ماهیانه توی آباتک برگزار میشد. دوستانی که جلسات قبلی اومدن به علت اینکه آباتک جابجا شد و الان سمت آزادی رفته، مجبور شدیم جامون رو عوض کنیم. حالا اگه بشه از این به بعد جلسات رو همینجا برگزار میکنیم، حالا یه ظرفیت اجازه بده. جلسه این هفته هم راجع به ریاکتیو پروگرامینگ هست. حالا نمیدونم چند نفر از دوستان با برنامه نویس ریاکتیو آشنایی دارن. قبلا از آریس استفاده کردم. خوبه باز حالا ارائه کنم، مقدماتی رو به بالا باشه، شاید یکم بعضی جاش سخت باشه، ولی بیشتر هدف حالا آشنایی هستش تا آموزش کامل. خواهی شروع کنم. باشه. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که اینجا تشریف دارن. من فرزاد تباشیر هستم و قرار امروز در مورد ریاکتیو پروگرامینگ صحبت کنیم که ما چون در واقع این جلسات برنامه‌نویس‌های اندروید هستش و جاوا زبان اول برنامه‌نویس‌های اندروید هست، طبیعتاً به سراغ آریکس جاوا میریم. آریکس جاوا به ما کمک میکنه که ریاکتیو پروگرامینگ رو توی زبان جاوا استفاده کنیم. خب با یه مقدمه شروع میکنیم. اول لازمه که یه توضیح در مورد دیکلریتیو یا ایمپراتیو بودن زبان‌های برنامه‌نویسی صحبت کنیم. دیکلریتیو پروگرامینگ در واقع اینجوری تعریفش میکنن که میگن وقتی که شما میخوای برنامه بنویسی دو راه داری، یا باید صراحتاً اون چیزی رو که میخوای بگی با دستورات ماشین، یا هم باید اونو فقط توصیفش کنی. دسته اول رو بهش میگیم ایمپراتیو، اونایی که زبونایی که صراحتاً میگی آقا اول این کار رو انجام بده بعد این کار رو انجام بده الی آخر، مثل زبون جاوا که یک زبون ذاتاً ایمپراتیوه، یا زبون سی یا اکثر زبونهایی که متداولن امروزه. زبانهای دیکلریتیو برعکس، شما فقط اون چیزی که میخوای و یه توصیفی ازش میدی، جزئیاتش رو واردش نمیشی. خب چرا اینجوری هستش؟ در واقع هاردویر سخت افزار ما باینری میفهمه و ما اومدیم روی اون باینری کدا یه سری اسمبلی گذاشتیم که حالا یه خورده ریدبل تر بشه برای انسان. بعد روی اون اسمبلی اومدیم زبانهای ایمپراتیو رو گذاشتیم که بتونیم با در واقع امکانات بیشتری برنامه‌نویسی رو انجام بدیم. دیکلریتیو پروگرامینگ یه لایه دیگه میشه که میاد روی همه اینها. خب این از تعریف دیکلریتیو پروگرامینگ بود. یعنی پس ما دیکلریتیو پروگرامینگ یک ابستراکشنی، یک لایه روی ایمپراتیو پروگرامینگ، چون ذاتاً ماشینای ما ایمپراتیون، ما مجبوریم یک لایه اضافه کنیم. اگه ماشینی بود که دیکلریتیو میفهمید نیازی به این لایه نبود. اما ریاکتیو پروگرامینگ چیه؟ ریاکتیو پروگرامینگ میگه که ما بیایم دنیامون رو به چشم یک دیتا فلو نگاه کنیم. ما یه دیتا فلو داریم یا یه استریم داریم، استریمی از داده داریم که به مرور زمان هی داده بعدی میاد، داده بعدی میاد، و ریاکتیو پروگرامینگ این استریم رو با مکانیزم پوش بهش نگاه میکنه به جای مکانیزم پولینگی که متداول هست. در ادامه بیشتر توضیح میدیم.
در مورد ریاکتیو پروگرامینگ یه اشاره فقط بکنم که الان خیلی فریم ورک های مختلف هست، کتابخونه های مختلف هست برای پیاده سازی ریاکتیو پروگرامینگ. مثلا آگرا، حالا نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، آگرا مال خود اندرویده، یعنی خود گوگل سعی کرده توسعهش بده. اونم یه روی کردی بوده به ریاکتیو پروگرامینگ و اون لوگوی سبز رنگ اون در واقع ریاکتور هستش که اینم برای زبان جاوا هست و آکا و ورتکس و چیزهای دیگه. ما در مورد ریاکتیو اکستنشن ها صحبت میکنیم، اون اولی که در ادامه میبینید. ریاکتیو اکستنشن ها اومدن ریاکتیو پروگرامینگ رو توی زبان های مختلف اضافه کردن. اولین بار دات نت بود که آریکس دات نت رو آورد توی سال 2009. بعد از اون جامعه در واقع برنامه‌نویس‌های جاوا اسکریپت بودن که آریکس رو آوردن توی در واقع سیستم خودشون و بعد از اون آریکس جاوا اومد که نتفلیکس این کارو کرد. نتفلیکس اومد آریکس جاوا رو در واقع ریاکتیو اکستنشن جاوا رو نوشت، ورژن یکش رو که توی سال 2014 بود. اینم بگم که الان غیر از آریکس دات نت و آریکس جی اس و آریکس جاوا، اسکالا و سی شارپ و سی پلاس پلاس و کلوژر و جاوا اسکریپت و پایتون و خلاصه کل زبون دیگه هست که یه آریکسی به خودشون اضافه کردن و در واقع این ریاکتیو بین برنامه‌نویسا محبوبیت پیدا کرده. اینم در واقع این از خود سایت ریاکتیو برداشتم که گفته که کیا دارن از ریاکتیو استفاده میکنن. نتفلیکس رو میبینیم، مایکروسافت رو میبینیم، گیت هاب رو میبینیم، ساند کلاود رو میبینیم، ترلو و خیلی نمونه های دیگه. خب اما آریکس جاوا اینجوری میان تعریفش میکنن، میگن که آریکس جاوا یه کتابخونه JVMه، یعنی برای ران شدن روی جاوا ویرچوال ماشین نوشته شده. یعنی شما نه تنها توی جاوا بلکه توی زبونهای JVM بیست دیگه مثل گرووی، مثل کاتلین، مثل اسکالا، اینا میتونید از همین آریکس جاوا استفاده کنید، چون همه این زبونها کامپایل میشن به بایت کد JVM. پس آریکس جاوا رو تو همشون میتونید استفاده کنید. آریکس جاوا یه JVM لایبریه که ریاکتیو پروگرامینگ رو پیاده سازی کرده به سبک دیکلراتیو. ریاکتیو رو میشه ایمپراتیو هم پیاده سازی کرد. آریکس جاوا به سبک دیکلراتیو پیاده سازی کرده و یه مقداری تحت تاثیر استایل برنامه‌نویسی فانکشنال هم قرار گرفته که در ادامه میبینید که منظورمون چی هستش. خب اگه بخوایم یه جواب کوتاه بدیم به این سوال که اصلا ریاکتیو فانکشنال پروگرامینگ به چه درد ما میخوره، چی رو حل میکنه، دو تا جواب عمده وجود داره. یکی این که کانکارنسی رو خیلی خوب برای ما هندل میکنه که این شاید بزرگترین کاریه که برای ما میکنه و اون مشکل کالبک هلی هم که توی زبانهای ایمپراتیو هست رو حل میکنه. زبانهای ایمپراتیو اگه بخوایم ریاکتیو پروگرامینگ رو پیاده سازی کنیم مجبوریم که کالبک داشتیم باشیم و اونجا یه مشکلی به اسم کالبک هل پیش میاد که کالبک های تو در تو میاد و خلاصه از جهات مختلفی مطلوب ما نیستن. اما آریکس جاوا تنها سلوشن ریاکتیو پروگرامینگ نیست، فقط یک در واقع روی کرده، یک تلاشیه برای پیاده سازی ریاکتیو و در واقع اینا تکراری هست. حالا بگذاریم از اینا. خب اما کی شما به ریاکتیو پروگرامینگ نیاز دارین؟ خیلی وقتا ما اصلا نیاز به ریاکتیو پروگرامینگ نداریم برای کارهای ساده، برای در واقع پردازش های ساده یا فلوی ساده ای از داده ها ما نیازی نداریم. اما وقتی که میخواییم چند تا ایونت مختلف رو با هم ترکیب کنیم یا یک لاجیک شرطی پیچیده پیش میاد، استیت به وجود میاد داخل برنامه‌مون، یا فیلر خیلی پیش میاد، این فیل توی برنامه خیلی پیش میاد و ما مجبوریم اکسپشن ها و اینجور چیزها رو به نحو مطلوبی هندل کنیم، اینجاست که ریاکتیو پروگرامینگ خودش رو نشون میده و قدرت خودش رو به رخ ایمپراتیو میکشونه.
ریاکتیو فانکشنال در واقع دیکلراتیو قدرت خودشو به رخ ایمپراتیو میکشونه. خب اما وارد خود آریکس جاوا میشیم. کانسپت اساسی ریاکتیو پروگرامینگ ابزرویبل. ابزرویبل رو با همچین شکلی نشون میدیم و هر کدوم از این دایره ها نشون دهنده یه داده هست و این فلشه گذر زمان رو نشون میده و کلن ابزرویبل یک استریمی از داده هاست در گذر زمان که پایان یک ابزرویبل رو با یه خط که در اون آخر میبینید نشون میدن و نمودارش هم که زمان رو داره نشون میده. یه نکته دیگه که در مورد استریم ابزرویبل وجود داره اینه که به جای اینکه پول باشه، پولینگی در کار باشه، پوش میکنه داده رو. یعنی چی؟ ما وقتی میخواییم داده ها رو بگیریم، سورس دادمون یه جایی هست، میریم درخواست میدیم و داده رو میگیریم. این میشه مکانیزم پولینگ. اما مکانیزم پوشینگ میگه که در واقع به کمک پترن ابزرویبل ابزرور پیاده سازی شده. ابزرویبل میگه من یک چیز قابل ابزرو کردنی دارم، هر کسی میخواد اینو ابزرو کنه بهش میگیم ابزرور، درخواست بده به من، سابسکرایب کنه، من یادم میمونه. هر موقع داده جدیدی بود من پوش میکنم داده رو برای اون، به جایی که اون بیاد داده رو از من پول کنه، من داده رو پوش میکنم به سمت اون. ابزرویبل میتونه یه دونه دیتا داشته باشه یا چند تا دیتا داشته باشه مثل این شکل و میتونه تموم بشه یا میتونه تموم نشه و میتونه با موفقیت تموم شه یا با خطا، با ارور، اکسپشن تموم بشه. خب اگه بخواییم یه خورده دقیق‌تر صحبت کنیم، ابزرویبل یه اینترفیسه که متد اساسیش سابسکرایبه. یعنی ابزرویبلا این اینترفیس رو پیاده سازی میکنن به این معنا که همهشون یه متد سابسکرایب دارن که ابزرور بیاد و درخواست خودش رو با این متد اعلام کنه. اما ابزرور نیاز به این داره که این سه تا متد زیرو پیاده سازی کنه، آن نکست، آن ارور و آن کامپلیتد. خب چون ما یه استریمی از داده داریم و قراره که داده جدید هر موقع میاد پوش بشه به سمت ما، ابزرویبل میاد آن نکست ابزرور رو صدا میزنه هر موقع داده جدید بیاد. هر موقع که خطایی به وجود میاد توی این استریم داده، به یه اکسپشنی خطایی بخوره، آن ارور رو صدا میزنه و هر موقع که استریم به با موفقیت تموم بشه، آن کامپلیت رو صدا میزنه. پس این قراردادی که بین ابزرویبل و ابزروره که اینجوری در واقع ابزرویبل به کمک این سه تا متد دیتای خودش رو پوش میکنه به سمت ابزرور. خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ایتریبل رو احتمالاً خیلی از کسایی که جاوا کار میکنن میدونن. ایتریبل چیه داستانش؟ ما توی جاوا یه استریم داده رو داریم، همون کانسپت وجود داره، منتها به روش پولینگ. یعنی ایتریبل مثلا آرایه‌ها یا لیست‌ها یا هر چیز دیگه‌ای یک سیکونسی از داده است، یه استریم داده است که ما هی میریم پول میکنیم، بعد میریم بعدیشو پول میکنیم، همینجوری. این مثلا یه مثال زده که داریم فور میزنیم روی، میگه وقتی داریم فور میزنیم روی یه دونه لیست، در اصل داریم یه ایتریتور میسازیم و روی اون لیست ایتریت میکنیم. برای همین میگن که ابزرویبل رو میتونیم با ایتریبل مقایسه کنیم، به این معنا که ایتریبل ها یه سینکرونوس دیتا استریمن و مکانیزم گرفتن دیتا پولینگ. ابزرویبل ها اسینکرونوس دیتا استریم ها هستن که به روش پوش دیتا رو فراهم میکنن. معادل سازی هم وجود داره، مثلا آن نکست توی ایتریبل ها مثلا تابع نکسته، یا مثلا موقعی که اکسپشن اونجا ترو میشه اینور توی ابزرویبل ها آن ارور هستش که صدا زده میشه، ریترن و آن کامپلیت هم که مشخص.
observable دوال ایتریبل به این معنا که هر کاری که شما با یه ایتریبل میتونید انجام بدید با یه observable هم میتونید انجام بدید. اینجا یه مثال میبینیم که خیلی هم شبیه به هم هست توابعشون و کاری که انجام دادیم. هر کاری که سینکرونوس پول با ایتریبل انجام میدیم میتونیم اسینکرونوس پوش با observable انجام بدیم. خب ما یه سیکونسی از داده داریم، بعد خب این روی این داده میخوایم یه سری عملیات انجام بدیم. قاعدتا نیازمند یه سری اپراتورها هستیم یا یه سری فانکشن ها هستیم. اینجا هستش که میگیم آریکس جاوا از برنامه‌نویسی فانکشنال تأثیر پذیرفته، چون این اپراتورها خیلی شبیه به استایل برنامه‌نویسی فانکشنال هستن. خب اپراتورها چی هستن؟ اپراتورها یک کاری رو روی ابزروبل انجام میدن، ریترن میکنن یه ابزروبل دیگر رو، و میتونن اینا چین بشن. یعنی یه استریم داریم، این نمودار رو بهش میگن آریکس ماربل دیاگرام بهش میگن. یه نمودار معروفیه برای نشون دادن عملیات ها توی ریاکتیو پروگرامینگ و آریکس جاوا و کلن ریاکتیو ایکس. اون بالایی استریم اصلی ما رو نشون میده، یعنی اون ابزروبلی که بالای بالا هستش استریم اصلی ما هست. اون شکل هایی که روی این استریم قرار دارن اینا دیتای ما هستن. خیلی شماتیک اینجا نشون داده، یعنی این ابزروبل ما مثلا اول اون اولی رو تولید میکنه، بعد دومی همینجوری به مرور زمان بقیه رو هم تولید میکنه. فرض کنید این الان خیلی انتزاعی داره میگه، مثلا میخواد اپراتور فیلیپ رو توضیح بده. اپراتورها رو وقتی میخوان توضیح بدن خب یه مقدار پیچیده میشن بعضیاشون، و اگه بخوایم به یه شکل یک نواختی همه رو توضیح بدیم میاییم از ماربل دیاگرام استفاده میکنیم. مثلا اینجا فیلیپ میگه که قرار هر شکلی رو فیلیپ کنه، برعکسش کنه. خیلی مثلا مشخصه تو ابزروبل اول وقتی که فیلیپ روش اعمال میشه این ابزروبل پایینیه به دست میاد که نتیجهش فیلیپ شدن اون دیتا هایی هستن که روی ابزروبل اول هستن. اون بالایی رو بهش میگن آپ استریم، به این پایینیه میگن دان استریم. در واقع یه اپراتور یه آپ استریم میگیره، یه عملیات روش انجام میده، یه دان استریم ریترن میکنه. اینجا یه ضربه دارم اون پایین زده، مثلا توی این فیلیپ کردن دایره به مشکل خورده این اپراتور فیلیپ و ارور داده، اکسپشن داده. اینجا مثلا اون ابزرور پایینیه رو با ضربه در نشون میدیم که اینجا اکسپشن داده و دیگه قادر به ادامه نیست. خب اولین اپراتوری که در موردش صحبت میکنه اپراتور مپ هستش. اپراتور مپ اینجوریه که میاد یه دونه استریم میگیره و هر داده از این استریم رو یک فانکشنی که ما بهش میگیم رو روش اعمال میکنه. مثلا اینجا یه فانکشن داریم که دایره رو تبدیل میکنه به لوزی. وقتی این فانکشن رو میدی به اپراتور مپ، مپ اینو روی استریم بالایی که اعمال میکنه استریم پایینی به وجود میاد. این یکی از پرکاربردترین اپراتور است. اپراتور دیگه فیلتر هستش. خیلی وقتا پیش میاد که ما یه استریمی داریم، میخوایم از روی اون استریم یه استریم دیگه‌ای به دست بیاریم که یک سری عناصر نامطلوب ما توش نیست. اینجاست که فیلتر وارد میشه. اینجا مثلا فیلتر میگه که من فقط داده‌هایی رو میخوام که دایره باشن. و توی استریم دوم فقط دایره‌ها رو از خودش عبور داده. خب اپراتورها اکثرا تقریبا همشون سینکرونوس هستن، یعنی روی همون استریمی که داده میاد همون روی همون جایی که آن نیکست صدا زده میشه همونجا اعمال میشه، مگر اینکه ما با حالا مکانیزمایی که جلوتر خواهیم دید تعیین کنیم که اسینکرونوس باشه یا روال دیگه ای داشته باشه. اسکیجولر را کانسپتیه که توی
ریاکتیو هست، اسکجولر میاد به ما این امکان رو میده که یه عملیات خاص رو، یه اپراتور رو ببریم روی یک تردی یا روی یک در واقع پردازش جداگونه ای. آرکس جاوا میاد تردینگ رو برای ما به کمک اسکجولرها هندل میکنه. ما دیگه درگیر ترد بازی و این داستانای کانکارنسی و اینا نمیشیم و فقط از اسکجولرهاش استفاده میکنیم. بخشی از داده ما میتونه روی یه مثلا اسکجولر یا یه ترد بره، بخشش میتونه یه روی ترد دیگه بره، بعد اینا رو در ادامه میتونیم با هم ترکیب کنیم. به سادگی با اسکجولرها این چیزها برای ما مقدور میشه. چند تا اسکجولر پیشفرض خودش داره: کامپیوتیشن، آی او، مین ترد، نیو ترد، و اگه بخوایم دیگه دلخواهش کنیم، کاستومایزش کنیم، از فرام استفاده میکنیم. وقتی داریم از آریکس استفاده میکنیم و یه اپراتوری روی یه استریم اعمال میکنیم، میتونیم بگیم برو روی اسکجولر کامپیوتیشن. اسکجولر کامپیوتیشن دیگه خودش اون پشت داره یه ترد یا یه ترد پولی برای خودش میسازه و ریکوست های ما رو روی اینا هندل میکنه. اسکجولر آی او هم همینطور. حالا این دوتا رو جداگونه گذاشتم چون معمولا ما ممکنه دو جنس کار ایسینک داشته باشیم اکثر اوقات، آی او و کامپیوتیشنال، که این دوتا به صورت پیشفرض وجود داره. مین ترد همون ترد اصلی برنامه‌مون هست که توی اندروید یو آی ترد هم بهش میگیم. وقتی که بخوایم بریم توی یه ترد دیگه ای، توی یه اسکجولر دیگه ای و برگردیم، باید بگیم که برگرد روی مین ترد. اونجاست که از این اسکجولر استفاده میکنیم. نیو ترد هم که خودش یه ترد میسازه، میتونی با نیو ترد هر چند تا که دوست داشتی ترد بسازی، ولی معمولا همون دو ستای اول کار ما رو راه میندازن. و در نهایت اگه مکانیزم دیگه ای داشته باشیم، مثلا خودمون یه لوپری داشته باشیم یا یه اگزیکیوتری داشته باشیم، ترد پولی داشته باشیم و بخوایم به کمک اونا اسکجولرامونو در واقع انجام بدیم، از فرام استفاده میکنیم. معمولا همون دو ستای اول رو ما استفاده میکنیم و بقیه به ندرت در واقع لازم میشه، حداقل برای شروع. خب یه نکته‌ای که وجود داره توی آریکس جاوا اینه که اپراتورها خودشون اسکجولر پیشفرض دارن. یعنی شما مثلا وقتی اپراتور مپ رو اعمال میکنید، باید برید چک کنید ببینید که این به صورت پیشفرض روی چه اسکجولری داره اجرا میشه. اکثرشون روی همون ترد مین اجرا میشه، روی در واقع همون تردی که سابسکرایب میکنیم اجرا میشه، اینجوری درست‌تر هستش. و بعضیشون هم هستن که میرن روی مثلا اسکجولرهای کامپیوتیشن یا آی او. خب استریم ما دو جور میتونیم بهش اسکجولر از اساین کنیم. دو زمان در واقع ما میتونیم بهش اسکجولر اساین کنیم. نکنید وقتی یه ابزرویبل داریم و روی اون سابسکرایب میکنیم، اون ابزرویبل شروع میکنه دیت استریم خودش رو تولید میکنه و هر موقع استریمش یه دیتاش تولید شد، پاس میده به ابزرور. این تاب سابسکرایب آن، وقتی به یه ابزرور میگی، به یه ابزرویبل میگی سابسکرایب آن یه اسکجولری، یعنی شما پردازشی که لازمه برای تولید اون استریمت ببر روی این اسکجولره. و چجوری؟ خب از اون ترده برگردیم با observe on میگه وقتی که on next رو میخوای صدا بزنی، on next رو بیا روی این در واقع اسکجولری که من بهت میگم صدا بزن. یعنی میره توی یه اسکجولری کارش رو انجام میده، یه دیتا که میگیره میده به اون اسکجولری که ما توی ابزرو آن مشخص کردیم، که معمولا خیلی اوقات ترد مینمون هستش. سابسکرایب آن میتونه چندین بار صدا زده بشه، میتونه فقط اولین
باری که شما میگید ملاک هستش، چون خیلی معنادار نیست. در واقع این قرارداد آریکس جاوایی که میگه من تولید استریم دیتام، خودش یک کاری سریاله، یعنی دیتا ها روی یه خط نشونش میدادیم دیگه توی اون ماربل دیاگرامه، یعنی دیتای ما سریال تولید میشه، ولی حالا با اسکجولرها میتونیم ببریمش توی تردهای مختلف. برای همین چون فقط روی یه دونه در واقع اسکجولر باید اجرا بشه، سابسکرایب آن اگه چند بارم صداش بزنی ولی فقط اولین باری که صداش زدی، آریکس جاوا اونو ملاک قرار میده برای اینکه ببره روی کدوم ترد اجرا کنه. برای همه اپراتورها هم قابل استفاده است. Observe on در واقع میتونه چندی بار صدا زده بشه و دان استریم ما رو، اون آپ استریم و دان استریمی که گفتیم، دان استریم ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. خب من فکر میکنم که یه خورده بریم سراغ کد بهتر باشه تا اینکه بریم جلو. همه میبینن فونتشو خیلی کوچیک میارم تو پرزنتشن مود بذاری. اوکی، اگه خواستی ادیتورم میتونی فونتشو بذاری. شورتکاتشو میدونی شما؟ پرزنتشن مود چجوریه؟ اینجا ویو رو میزنیم. ببینیم اگه خوب میشه که اوکی. اینطور اگه باشه آقایی مثلا نو خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که باید یه جوری یه ابزرویبلی داشته باشیم. ما اینجا برای اینکه یه دموی کنیم observable ساده ای میسازیم. observable یه تابعی داره به نام from array، میتونی یه array بهش بدی و این تبدیلش میکنه به یه observable که ما مثلا اینجا 1, 2, 3 رو بهش میدیم. بعد همین در واقع observable رو ما میتونیم روش اپراتورهای مختلف رو انجام بدیم، مثلا map. اپراتور map چیکار میکنه؟ به ازای هر دونه از اونا یه مپینگی روش انجام میده. این مپینگ رو کی تعیین میکنه؟ این پارامتری که ما اینجا، فانکشنی که ما اینجا بهش میدیم تعیین میکنه. مثلا ما اینجا گفتیم هر اینتیجری که گرفتی اینتیجر رو ضرب در 2 کن. خب این در واقع چی هستش؟ این در واقع ابزرویبل ما هستش. تا اینجا فقط observable‌مون رو تعریف کردیم. observable اصطلاحاً لیزیه، به این معنا که تا کسی بهش سابسکرایب نکنه دیتای خودش رو پوش نمی‌کنه. خب به محض اینکه یک observer-ی بیاد و سابسکرایب کنه، تابع سابسکرایب داخل خودش میتونه به روش‌های مختلفی ابزرورش رو بگیره. اون آخریه که می‌بینید یه آبجکت ابزرور می‌سازیم از اون نوع اول که در واقع می‌گیم خیلی شلوغ شد. من این بالا می‌سازمش.
مثلا یه ابزرور میسازم Observer یه تابع آن سابسکرایب داره، یه تابع آن نیکس داره، یه آن ارور داره. وقتی که همونطور که گفتم وقتی که اون ور دیتا تولید میشه این تابع رو صدا میزنه و دیتا به دست ما میرسه. ما اگه نخوایم همه اینا رو هندل کنیم فقط مثلا میتونیم آن نیکس رو به Observable‌مون پاس بدیم. اینجا فقط پس من یه لامدا اکسپرشن به عنوان آن نیکس هم میدم به این observable و مثلا میگم که پرینت کن اون داده رو. خب اینو اگه ران کنم اینجا خروجی میبینید 2 4 6. در واقع از روی 1 و 2 و 3 یه ابزرویبل تولید شد و اون مپینگه اومد به ازای هر کدوم اینتیجرا رو ضرب در 2 کرد و جایی که ما داریم سابسکرایب میکنیم، جایی که در واقع ابزرویبل داره سابسکرایب میکنه، میاد در واقع داده رو میگیره و اون کاری که میخواد بکنه، مثلا ما اینجا پرینت کردیم یا هر کار دیگه ای، اون کار رو روی اون اعمال میکنه. observable ها توی آریکس جاوا تایپ های مختلفی دارن. خود observable رو که توضیح دادیم، observable یه استریمی از یک یا صفر یا چند در واقع دیتا هستش. میتونه هیچ دیتایی نداشته باشه، میتونه یه دیتا، میتونم بی نهایت دیتا داشته باشه، میتونه تموم بشه، میتونه تموم نشه. سینگل یک در واقع استریمیه که تک داده است، یا فقط یه دیتا میده یا در واقع دیتای نمیده، ارور میده. emits either a single item or error event، یعنی یا فقط به ارور میخوره یا یه دونه دیتا میده، یه دونه دیتا بیشتر نداره. maybe یه observable که ممکنه هیچ دیتایی نده، یعنی صفر دیتا بده، یا یه دونه دیتا بده، یا اصلا به ارور بخوره. completable observable‌ایه که دیتایی به ما نمیده، فقط به ما میگه که کارشو تونست کامپلیت کنه یا نتونست کامپلیت کنه. در واقع فقط آن ارور رو، آن کامپلیت رو صدا میزنه.